خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امروز عمیانان گرامی روز کتاب بود در سراسر جهان. به همین مناسبت من یک آماری رو برای شما تهیه کردم که قبل از صحبتام به این آمار در مورد جمهوری اسلامی اشاره میکنم و بعد میپردازم به بقیه صحبتام که دقیقاً در ارتباط با همین مسئله کتاب، یعنی دروغگویی هایی که در مورد کتاب در ایران گفته میشه، راجع به مسائل دیگری به جز کتاب، مسائل سیاسی و مسائل دیگر. تیراژ کتاب، همیهنان گرامی، در یک کشور 75 میلیونی، به قول آقایون آخرین آمارها، فقط 3000 عدد هست. یعنی شما اگر بخواید یک کتاب هر چقدر جذاب باشه، چون اگر سیاسی بنویسید که اینا جلوشو میگیرن، اگر حتی ترجمه نویسندگان خارجی رو بخواید دوباره ترجمه کنی، دوباره یعنی تجدید چاپ بکنی، اینا جلوشو میگیرن. کما اینکه به یکی از مترجمین معروف ایران گفته بودن این کتاب فلان نویسنده مشهور که تو مجددن میخوای تجدید چاپ کنی، باید 75 صفحه‌شو حذف بکنی. درست شنیدید، یک نویسنده خارجی آمده یک کتابی رو نوشته، یک مترجم نامدار ایرانی اومده این کتاب رو چند سال قبل ترجمه کرده، حالا وزارت ارشاد، یعنی این ملاهایی که از حوزه علمیه قم آمدن نشستن، میگن 75 صفحه این کتابی که تو ترجمه کردی، نویسندش یک نویسنده نامدار خارجیه، اینا رو تو باید سانسور کنی تا اجازه چاپ مجدد رو بده. خب وقتی که در یک مملکتی، همیهنان گرامی، وضع سانسور کتاب به این شکله که شما هر کتابی رو که میخوای بنویسی، هر شاعری رو که میخوای شعرش رو چاپ بکنید، هر ترجمه ای رو که میخوای ترجمه مجدد بکنید یا مجددن چاپ کنید، بایستی سانسور بکنید، شما توقع داشتید تیراژ کتاب بیشتر از 3000 تا باشه. البته این رو من منکر نیستم که ما ایرانی ها عادت نداریم کتاب بخونیم. اینو در خارج از کشور هم میتونیم ببینیم. در خارج از کشور که بایستی خب 3 میلیون ایرانی هستن، همه هم جزء نخبه های اون مملکت بودن، اکثرا تکنوکرات هستن، تیپ فهمیده دانشجو، مهندس، پزشک، اینا هم کتاب کم میخونن، اما نه اینقدر که آمارانش میده. حالا 3 سال قبل آقای اشعری، نامی علی اکبر اشعری، رئیس وقت سازمان اصناف و کتابخانه‌های ایران، اعلام کرد که سرانه مطالعه کتاب در ایران فقط 2 دقیقه است و اگر کتاب‌های درسی رو که دانش آموزان میخونن، دانشجویان میخونن در دانشگاه‌ها، با این مطالعه سرهم بکنی، میشه 6 دقیقه برای هر ایرانی سرانه کتاب در 24 ساعت. این موضوع باعث شد که مقامات دولتی و روزنامه‌های دولتی حمله کردن به این آقای علی اکبر اشعری که تو مزخرف میگی، چرا این حرفو میزنی، نه خیر اینطوری نیست، تو دعا، ادعیه، کتاب‌های مذهبی، اینا رو در نظر نگرفتی. و بعدن شدیداً حمله کردن به این آقای علی اکبر اشعری و از کارم منفصلش کرد. اما پس از اون، من اینا رو چون یادداشت کردم میخوام مستند خدمتتون بگم، پس از این جریان که آقای اشعری رو از کار بیکار کردن، فشار آوردن بهش که تو چرا این حرف رو زدی، تیراژ کتاب بنا به قول مقامات جمهوری اسلامی سرسام آور رفت بالا، نه تیراژ، یعنی مقدار مطالعه مردم. حالا وزیر ارشاد اعلام کرد که
پس از اون رشد مطالعه به ادعای مقامات دولتی اعلام کردن که به طور دقیق 18 دقیقه در روز مردم ایران کتاب میخونن. سرانه تقسیم کردن. وزیر ارشاد در تابستان سال 1390 پارسال اعلام کرد که سرانه مطالعه کتاب در ایران 18 دقیقه است و اگر زمان خواندن دعا، روزنامه و غیره رو هم اضافه کنیم به 76 دقیقه میرسه. گوش کنید همین، 76 دقیقه. بعد از فرمایشات آقای وزیر ارشاد، فرماندار مشهد اعلام کرد که درصد مطالعه در شبانه روز برای هر ایرانی 95 دقیقه است. بعد از ایشون آقای محمد سالاری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی، سرانه مطالعه هر ایرانی رو 2 ساعت اعلام کرد. به این ترتیب پس از یک مدت کوتاهی درصد مطالعه مردم ایران از مردم آمریکا که 20 دقیقه است مطالعهشون زد بالا. یعنی مردم آمریکا که میدونید اهل مطالعه، شما توی این قطارها، توی اتوبوس، توی هر جایی که مردم وقت پیدا میکنن کتاب میخونن. در ژاپن که بسیار مردم در دنیا معروفن ژاپنیا به مطالعه، 30 دقیقه ایرانی ها از اونا زدن جلو. ولی این جالبه، در کشوری که آقایون اعلام میکنن 2 ساعت تقسیم کردن و اونایی که اصلا کتاب نمیخونن و اونایی که کتاب میخونن، مجموعاً سرانه مطالعه مردم ایران شده 2 ساعت. خب اگر اینطوری باشه، شما بایستی تیراژ کتابتون سر به میلیون ها بزنه، سر به میلیون ها بزنه، و این چیزیست که وجود نداره. اما همینان گرامی، این موضوع رو، یعنی روز کتاب رو، من بهانه کردم برای مسائل دیگه. همتون تو خبرها شنیدید، توی برنامه همکارای دیگه منم شنیدید که یک دیپلمات درجه 1 جمهوری اسلامی، مقام سوم سفارت جمهوری اسلامی در برزیلیا، پایتخت برزیل، رفته توی یک استخر مختلط، زن و مرد و دختر و پسر، و داشته شنا می‌کرده، بچه های 14 ساله رو زیر آبی میرفته انگولک میکرده. بچه ها اومدن به پدر و مادرشون گفتن این آقای دیپلمات از تو استخر کشیدن بیرون، به اسم آقای حکمت الله قربانی کشیدن بیرون، یک کتک مفصلی زدن، پلیس رو صدا کردن، پلیس ایشون رو گرفته دستبند زده سوار ماشین کرده برده اداره پلیس. اونجا معلوم شده ایشون دیپلماته و چون مسئولیت داره آزادش کرده. اما این جالبه که کسانی که در ایران مردم میهن ما رو به خاطر یک ذره موشون که بیرون هست، موی سرشون، کتک میزنن، توهین میکنن، حکم شلاق براش میدن، بهشون میگن بنویسید ما دیگه گرد این کارهای فحشا نمیگردیم، مردمی که اجازه ندارن تو اتوبوس با همدیگه زن و مرد سواشن، در کنار دریا برداشتن از این چادرها کشیدن که زنها یه طرف، مردها یه طرف، چون نباید کسی همدیگه رو ببینه، تازه قسمت زنونه با چادر و شلوار اینا میرن تو آب، دیپلمات ارشد اینا میره تو استخر مختلط، حالا اون سرش رو بخوره میره انگولک هم میکنه. اما این جالبه که این آقای که انگولک میکنه، سفیر ایران در برزیلیا، پایتخت برزیل، اعلام میکنه که ما یه تفاوت‌های فرهنگی داریم و اینو مردم برزیل متاسفانه نتوانستن حل کنند با خودشون. ما یعنی به این شکل که تفاوت فرهنگی ما با اینا اینه که ما اصولا انگولکی هستیم تو استخر، ولی البته منظور ایشون این نبوده.
منظور ایشون این بوده که ما مردای ایرانی عادت دارن بچه ها رو ناز کنن و ایشون هم زیر آب قصدش این بوده که بچه ها رو ناز بکنه، به بچه ها بگه ماشاءالله عجب پرپای خوبی دارید، چقدر قویه پاتو. این تفاوت فرهنگی ما. اما این مرده که سفیر جمهوری اسلامی یکی ازش نپرسیده که این تفاوت فرهنگی در این مقامات جمهوری اسلامی یا مردم ایرانه. مردم ایران که با شما خیلی تفاوت فرهنگی دارن و دلیلش هم همین ذلتیه که دارن میکشن، همین تفاوت فرهنگیه که مردم ایران از حکومت وحشیانه شما تعجب کردن که اینا کیان، از کجا اومدن، چرا این کارا رو میکنن تو مملکت ما که ما 7000 سال تاریخ داریم، در مملکتی که زنان به سرداری رسیدن، به وزارت رسیدن، به پادشاهی رسیدن، در مملکتی که زنان و مردان پا به پای همدیگه زندگی میکردن و از زمان حمله تازی‌ها به این بدبختی افتادن، در مملکتی که اکثریت دانشجویاش زنان میهن ما هستن و همین زنان ایرانی در رشته های تئاتر، سینما، کتاب نویسی و بسیاری از مسائل در جهان اینها توانستن حیرت جهانیان رو برانگیزن و در داخل این زنای ما هستن که 32 ساله با این رژیم جهنمی مبارزه کردن. اینا تفاوت فرهنگیه، نه انگولک کردن به بچه های 14-15 ساله. چون بنا به گفته خود آقایون بچه دختر 9 ساله میتونه ازدواج کنه، بنابراین این آقای دیپلمات با انگولک کردن دخترهای 14-14 ساله قصدش این بوده که اینا زنان کاملن دیگه، طبق گفته خودشون که استناد میکنن به قرآن. این تفاوت فرهنگی. حالا وزارت خارجه هم اومده گفته که این اصلا هم چیزی نبوده، در زم اگرم بوده تفاوت فرهنگی. اما اون آقای میهمان پرست یا مهمان دوست، نه همون مهمان پرست که همه چی دارن جز مهمان پرستی، نمونه شو داریم میبینیم در مورد افغان ها، برای اینکه توهین کنن بهشون میگن افاقنه. ما که در جهان میایم اگر یک آمریکایی بهمون چپ نگاه کنه میگیم این فاشیسته، اگر در اروپا کسی به ما چپ نگاه کنه میگیم آلمانی های فاشیست، فرانسوی های فاشیست، ایتالیایی های فاشیست. ولی خودمون هم اشکال داریم، خودمون، حالا اون که دولت جمهوری اسلامیه، هر قتلی که تو مملکت ما اتفاق میفته میگن اینو افاقنه کردن و رفتارهای بسیار فاشیستی با این پناهنده های بدبخت افغانی. درسته توی اینا ممکنه آدمایی باشن که از نظر فرهنگی حالا میشه گفت فرق دارن، دست به جنایت هم میزنن، ولی ببینید چقدر به اینا ظلم میکنن، به اینا پاسپورت نمیدن، اگر چنانچه همسر ایرانی بگیرن پاسپورت نمیدن، بچه های اینا رو ایرانی قبول نمی کنن. دختر ایرانی که زن یه افغانی میشه اجازه اقامت دیگه نداره تو ایران، بایستی بره پاس افغانی بگیره از ایران خارج شه. و بسیاری از اینا اجازه ندارن حساب بانکی باز کنن. وقتی که اجازه ندارن حساب بانکی باز کنن، در نتیجه این پولاشون تو جیبشونه و بسیاری از اینا میدونن که طرف چقدر پول داره. ما جهان سومی هستیم دیگه، شب بلند میشن سر این پول سر همدیگر میبرن، چاقو میزنن و همدیگر میکشن. ولی این همه افغانا نیستن. اگر یه ایرانی اومد اینجا 6 تا ایرانی رو کشت، پس همه ما جنایتکاری. اگر یک ایرانی در نمیدونم هند و یا در تایلند دست به جنایت زد، دلیل این که همه ایرانی ها اینطوری هن. ولی فرماندار مازندران یا استاندار مازندران وقت داده به افغانها که تا این روز باید مازندران رو، اونه که اجازه کار ندارن، ترک بکنه و زناشون هم ببرن، زنایی که ایرانی هست همسر اینا شده. حالا آقای مهمان پرست آمده برای لوس کردن این مسئله برزیل گفته اصلا اینطوری نبوده، اگرم بوده اینا رو خیلی شلوغش کردن این مطبوعات و ما دقیقاً. آقا نمیگه این کار کرده این و این کاری که ایشون کرده با موازین جمهوری اسلامی همخوانی نداره.
ما او رو فرا خواندیم و طبق چارچوب های سیاست جمهوری اسلامی تنبیه خواهد شد. نمیگه اینا، میگه اونا دروغ گفتن، میگه اونا دروغ گفتن، ایشون دست به این کار نزده. اگرم رفته استه، خب چرا رفته استه؟ شما که این همه بقول بچه های ایرانی گیر میدید به دختر و پسرهای ما، چطور دیپلماتتون بلند شده رفته تو استخر مختلف؟ اصلا انگولک هم نکرده، آیا رفته به اونجا؟ این مال این آقای احمدی نژاد ابتدای سال گفت ما پارسال 1,700,000 نفر و امسال سال 1,391 2,500,000 نفر رو میذاریم کار بکنه، کار براشون ایجاد میکنیم. همه تون شنیدید. امروز آقای محجوب از عوامل خود ایناست، از همین آخونداست، تو مجلسشون هم به اسم نمایندگان مسلمان هست. ایشون گفته از ابتدای نوروز تا حالا، درست از اول سال جدید تا حالا 100,000 کارگر بیکار کرده، 100,000 کارگر بیکار کرده جمهوری اسلامی. بدترین فشارا رو دارن به این قشر شریف کارگرای میهن ما میارن. اوسانلو، منصور اوسانلو رو، یه کارگر مبارز رو که رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد هست، کتکش زدن، زبانش رو سوراخ کردن، به قدر شکنجش دادن، گرفتن بردن زندان، 5 سال محکومش کردن، بعد تو زندان یه پرونده دیگه براش درست کردن، عروسش رو ریختن توی مترو، گرفتن طوری که سقط جنین کرد و چقدر خانوادهش اذیت کردن. آقای مددی را معاونش رو گرفتن که چند وقت پیش حالا به قید کفیل آزاده و به کارگرا، یکشون گفته آقا این کارگرا اجازه دارن روز اول ماه می تظاهرات کنن؟ گفتن بله، در بیابانهای اطراف قم اجازه دادن. در بیابانهای اطراف قم پایینتر از بهشت زهرا میتونن برن تظاهرات کنن. اما این اراذل اوباش خودشون اگه بخوان تظاهرات کنن، هر خیابانی براشون مجازه. جلوی خونه آقای کروبی فوش بدن، بد و بیرا بگم، آزادن. جلوی خونه آقای موسوی آزادن. دیگه ما اونا که خودشون بودن، حالا ماها که دیگه اصلا صحبت شده نکن. شما نگاه کنید این دلغکای اراذل اوباششون رو، تمام کسانی که تمام دستگاه‌های تبلیغاتی در ایران در اختیار ایناست. روزنامه‌ها، کامپیوتر، نمیدونم تلویزیون، رادیو، هیچ جایی رو نذاشتن که مخالفین بتونن از اونجا اظهار وجود بکنن. حالا این تلفن‌های خارج از کشور، تلویزیون‌های خارج از کشور، اراذل اوباششون میان شروع میکنن فحش داد، حرفای رکیک، طوری که یکی دو مورد تو تلویزیون بی بی سی به قدری حرفای رکیک زدن که اینا یه دستگاهی گذاشتن که ما هم داریم البته، منتها نه به اون شدت اونا، به اندازه 30 ثانیه 40 ثانیه تأخیر داره تا اگر چنانچه فحشی هست اینو جلوشو بگیرن. و اینا مستصل کردن این تلویزیون های خارج از کشور رو و رادیوها رو، البته یه مدتی نتونستن ادامه بدن چون اینجا پیشرفته است، برای این که نذارن این مردمی که از داخل دلشون کباب از اوزا بیان پای این تلفن ها درد دل کنن با خارج از کشور، اینم نمیتونن ببینن. حالا در یک منطقه سیل میاد، مثل همه جای دنیا سیل میاد، دروغ میگن راجب کشتارا، دروغ میگن. مترو رو دیدین؟ من براتون پخش کردم، مترو شده بود رودخانه، آب آمد از تمام خیابان ها رفت. آخه مترو زدن هم یه شرایطی داره، زدن این آب همه جا جمع شد رفت تو مترو، میلیارد ها خسارت خورد به مترو. اینقدر دروغ گفتن مردم نفهمیدن که آقا اینجا تقصیر کیه. حالا هم دولت از مترو از شهرداری شکایت کرده، هم مترو از شهرداری شکایت کرده، هم شهرداری از این دوتا، حالا خبراش هست. در مورد تعداد زندانی ها اینقدر دروغ گفتن، هم مجامع بین المللی هم مجامع داخلی رو کلافه کردن که این حرفا بالاخره کدوم صحت داره.
آقای احمدی نژاد میگه ما 1,700,000 گفتم براتون پارسال کار ایجاد کردیم، 2,500,000 تا امسال، و تا آخر این دولت میخوایم کاری کنیم که دولت، اینو احمدی نژاد گفته، همه تونم شنید، که دولت بعدی با خیال راحت مملکت رو بچرخونه. این آقای احمدی نژاد گفت. الان خدمتتون میگم طبق تخمین هایی که خود جمهوری اسلامی، آقایونی که توی مجلسن، زدن، ببینید چه خبر اون مملکت. خوشبینانه ترین حالت افزایش 35% تا 40% در قیمت هاست تا همین چند روز آینده. 35% تا 40%. این رادیو پردار آمارش از ایران گرفته و نوشته کالاها به قدری رفته. اینجا براتون میگم، نوشته در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایران در مورد افزایش قیمت‌ها به ویژه کالاهای مصرفی انتشار پیدا کرده و این در حالی است که بنا به پیش‌بینی خبرگزاری مهر، حداقل قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، برق، گاز طبیعی و آب در سال جاری بین 20% تا 40% افزایش خواهد یافت. این جالب همیهنان گرامی. میگه یک شنونده تلفن کرده به رادیو فردا، گفته ما از نظر گرانی دیگر بریده ایم، کارمان از خیلی چیزها گذشته و شده خیلی و نصفی. اجاره مسکن، غذا و همه چیز گران شده، گران رو گران. یه شنونده رادیو دیگه ای گفته که من بازنشسته آموزش و پرورشم، بازنشستگان آموزش و پرورش توانایی خرید گوشت، میوه و حتی توانایی پرداخت ویزیت دکتر هم در وقت بیماری ندارن. ببینید چه خبره. یادتونه این آقای حداد عادل، واقعا چقدر عادل این آدم، کسی که در رژیم گذشته کار میکرد، حقوق بالایی هم میگرفت تو فرهنگستان ایران، چون دختر زن آقا مشتبه شده، حالا یه تسبیح و ریش و پسراش هم شدن حزب‌اللهی، کتک میزنن تو خیابونا، عکسشون هست. ایشون گفت من آقای سعید مرتضوی رو، آقای سعید مرتضوی رو نکردن نمونه خباست، در حالی که آقای سعید مرتضوی مثل هزاران جانی دیگه زیر عبای رهبر آقای روزخانه ها پرورش پیدا کرده و رهبر قبلی. تعجب آور نیست. آقای سعید مرتضوی جانیه، ریشهری جانیه، خلخالی جانیه، اژه‌ای و تمام این آخوندا به جز یک عده معدودشون، بقیه همه جانی هم. بنابراین تعجبه. حالا آقای حداد عادل گفته که این آقا آمده قول شرف داده. چی قول شرف داده؟ اگه شرفی بود که ایشون نباید اصلا کار میکرد، اونم در حکم قضا، رئیس دادگاه، آدم کشی، شرف داره این آدم. گفته قول شرف داده که دیگه توی این کار امور بیمه اجتماعی شرکت نکنه. امروز رسما اعلام شد که آقای سعید مرتضوی همچنان در کار خودش باقی مونده و داره کار رو ادامه میده. و بعد گفتن که آقا این حرفایی که گفتن در مورد آقای احمدی نژاد موافقت نکرده با استعفای ایشون، و اصولا استعفایی هم مطرح نبوده و ایشون همچنان در وضعیت سابق دارن کار خودشون رو انجام میده. اما این جالبه، در حالی که 100,000 نفر بیکارن، 100,000 نفر، هزاران خانواده ایرانی شنیدید که حتی نمیتونن گوشت بخورن، نمیتونن غذای میوه که اصلا صحبتشو نکنید، گوش کنید. به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی پیش از ظهر امروز در هم اندیشی پژوهشگران پرتو حوزه های علمی برتر حوزه های علمی خواهران اظهار داشت تمام جهان و مخلوقات بر اساس آیات قرآن طراحی شده و نظام خلقت به طور کامل با آیات الهی هماهنگ است. حالا اینا حرفایشونه. بعد ببینید چی گفته آقای محمدی.
با اشاره به ضرورت شروع برنامه قرآنی از سنین کودکی اظهار داشت یکی از طرحهایی که به منظور ترویج فرهنگ قرآنی در نظر گرفته شده تأسیس، گوش کنید، تأسیس 10,000 خانه نور در سراسر کشور است که آموزش قرآن را از سنین کودکی به عهده دارد. وی با اشاره به اینکه سال 91 سال انقلاب قرآنی در کشور است گفت پایان سال 90 بودجه تصویب شده در مجلس برای امور قرآنی که بالغ بر 200 میلیارد تومان است به بدنه مدیریت قرآنی کشور تزریق شده و این موضوع دست ما را برای تحقق پروژه های قرآنی در سطح وسیعی باز گذاشته است. کیف کردید همینان گرامی؟ 200 میلیارد دلار، حالا ایناست که میگن من یک روز باید بیارم اینجا برای شما راجع به بودجه که از اون مملکت تخصیص دادن. اینا به حوزه های علمیه قم دارن یک فرهنگ اسلامی درست میکنن که صد و نمیدونم چقدر جلدش تا به حال آماده شده و به زبانهای مختلف داره ترجمه میشه. میلیاردها دلار خرج اینه که این پروژه تموم بشه. میلیارد دلار، دارم میگم میلیارد دلار، نه تومانا، اشتباه نکنید، چون به 10-15 تا زبان دیگه هم باید ترجمه بشه که بیشترش هم در مورد فرهنگ شیعه است. من اینا رو میارم یه روز با سند و مدرک تو این برنامه مطرح میکنم تا ببینید در حالی که کارگرای شریف ما ده ماه حقوق نگرفتن، این مفتخورای آخوند و روزخان چجوری ثروتهای مردم ایران رو دارن تاراج میکنن. آقای میقاتی نخست وزیر منصوب حزب الله لبنان جزو کشورهای عربی که طی یک نامه بسیار تند به جمهوری اسلامی ادعا کردن که این سه جزیره تنب بزرگ تنب کوچک ابو موسی متعلق به اعراب و متعلق به امارات متحده عربی، همین آقای میقاتی که میلیاردها پول مردم مظلوم ایران رو به حزب الله دادن و ایشون منتخب حزب الله است، ایشون زیر اون بیانیه امضا کرده و یه مصاحبه مطبوعاتی کرده. اون وقت آقای زیدآبادی سفیر جمهوری اسلامی در لبنان گفته من رفتم انتقاد کردم، ایشون گفتن نصف اینا حقیقت نداره. ببینید چه خبره. همین اینا پول مردم ایران رو میدن، جز به شرایطشون برای امضای قراردادی در مورد مسائل اتمی که این آقای روحانی و آقای علی اکبر ولایتی رفت با اینا ساخت، یکیش مسائل رفع تحریم هاست، دومیش اینی که فشار رو سوریه و بشار اسد کم کنه. منافع ملی ایران رو اینا که اصلا فکرش نیستن، دارم مثلا گره زدن به سرنوشت آقای بشار اسد. ببینید چه خبره، ببینید چه خبره. بدونید که امروزم تمام کامپیوترهای مادر وزارت نفت و با یک میکروب جدید معلوم نیست چیه اینا رو هک کردن، یعنی بسیاری از تأسیسات نفتی جمهوری اسلامی فلج شده. یک کمیته بحران تشکیل دادن، بازم دروغ میگن، گفتن ما اینا رو کپیاشون رو گرفته بودیم قبلا، در حالی که بسیاری از خود کارمندای وزارت نفت گفتن این فاجعه است اگه نتوزن زودتر اینا رو سر و سامان بدن. بله، بقیه مسائل مربوط به سیاست خارجی رو با دکتر مصطفی دانش همیهنان گرامی گفتگو میکنم و امیدوار هستم که این فرصت برای من کافی باشه تو این مدت کم بتونیم راجع به این مسائل مختلف با دکتر دانش صحبت کنیم. دکتر دانش سلام. سلام آقای خلیجی. خب میریم رو سوریه، این گفتار آقای قلیون. ببینید آقای قلیون چنین مطرح میکنه که ایران در واقع خودشو رژیم سوریه میدونه، یعنی خودش وظیفه خودش میدونه. الان من گفتم اتفاقا وظیفه خودش میدونه که در سوریه بر علیه نیروهای شورشی مبارزه بکنه. جالبه در این رابطه چندین خبر مهمیه که به نظر من باید گفته بشه.
طارق الهاشمی هاشمی که معاون رئیس جمهور عراق بود، همون که فرار کرد، همون که فرار کرده، در این اواخر گزارش داده که از طریق عراق، از هوای عراق، هواپیمای ایران در واقع اسلحه برای رژیم بشار اسد وارد میکنن، با اینکه آمریکا اخطار داده به الملکی و رژیم الملکی در بغداد، هنوز این کمک ها ادامه داره. ولی جالبتر از اون اینه که شخصی به نام سامر الملهم، این یکی از اعضای بلندپایه شورای عالی سوریه است، از شورای ملی سوریه است، یعنی از مخالفین بشار، از مخالفین بشار اسد. اون چنین مطلبی رو امروز مطرح کرده با روزنامه الشرق عربستان سعودی که ایران در حدود 100 هزار نفر از شیعان عراق داره بهشون دوره نظامی میده که اینا رو وارد سوریه بکنه به نفع رژیم بشار اسد، که اینا در خیابونها و جنگهای چریکی بر علیه شورشیان اقدام بکنن. و این خبریه که این شخص داده و حتی صحبت از این میکنه که در 4 استان عراق هم اکنون سپاه قدس داره به 100,000 نفر تعلیم و تربیت میده. اکثریت کسانی که در این در واقع تعلیم نظامی ایران شرکت میکنن شیعیان افغانستان و شیعیان عراقن، لشکر البدر در اون شرکت میکنه، لشکر المهدی مقتدی الصدر که شرکت میکنه، حزب الله عراق که در این تعلیم نظامی شرکت میکنه، و گفته میشه که تا به حال هزارها نفر در واقع در این تعلیم نظامی اسنویسی کردن و طبق توسط سپاه قدس در عراق تعلیم نظامی میبینن که به سوریه منتقل بشن. و این گفته است که امروز آقای سامر الملهم در بهش اشاره کرده. خب دکتر دانش، الان میدونیم که آقای المالکی رفته ایران و مذاکراتی انجام داد و برگشت. حالا اینا میخوان این محور عراق، ایران و سوریه رو همچنان نگه دارن و حزب الله و نمیدونم اینا. خب از اون برم اختلافات بسیار عمیق بین سوریه و بین به اصطلاح عراق و ترکیه است، طوری که آقای اردوغان شروع کرده به آقای المالکی گفتن که ایشون یکی از کسانی است که میخواد نفوذش رو بس بده در منطقه. این آقای المالکی هم شروع کرده فحاشی کردن به آقای اردوغان و تهمت زدن که بله این ترکیه نقش بسیار مخربی در منطقه. چی میبینید شما در این؟ در واقع باید به این مسئله اشاره بکنیم که دولت المالکی پدیده است که توسط جمهوری اسلامی با فشاری که جمهوری اسلامی بعد از انتخابات مارچ 2010 به شیعیان عراق به خصوص به افرادی مانند مقتدی الصدر وارد آورد که باعث ائتلاف شیعیان شد، در واقع این پدیده دولت الملکی به وجود آمد. در صورتی که اگه یادشون باشه در انتخابات 2010 نیروهای آقای اعلاوی اکثریت داشتن، یعنی اتحادیه وحدت اعلاوی که عده زیاد سنی در اون هستن بیش از 91 کرسی پارلمان رو دست آوردن، شیعیان 89 کرسی رو به دست آوردن، ولی با فشاری که ایران و جمهوری اسلامی بر نیروهای شیعه وارد کرد به خصوص مقتدی الصدر که یکی از دشمنان اساسی الملکی بود و اون وارد ائتلاف الملکی شد و در واقع دولت الملکی دوباره دولت شیعه به وجود آمد. این اختلافات از همون زمان شروع شد. ببینید یکی از اختلافات عظیمی که وجود داشت بین عربستان سعودی و الملکی این بود که تو داری در واقع سنی ها رو کنار میذاری و در مبارزه با سنیان تمام امکانات دولتی رو به دست شیعان میدی، و امروز میدونیم که یک مثلثی به وجود آمده بین عربستان سعودی، ترکیه و قطر که در واقع سیاست عربستان سعودی داره پیش میره و مخالفت شدیدی با الملکی میشه، و در همین رابطه است مخالفت شدید آقای اردوغان با الملکی که در واقع دیکتاتوری خودش رو دوباره در بغداد به وجود آورده. و اگه بیادتون باشه در دو هفته پیش صحبت کردیم مسعود بارزانی در سفری که با آمریکا میکنه گله و شکایت به دولت آمریکا میکنه که دوباره دیکتاتوری جدیدی در حال تشکیل در عراق، و اون حتی تهدید میکنه که اگه این دیکتاتوری در عراق از بین نره ما به رأی مردم کردستان رجوع میکنیم و استقلال کردستان رو میخوایم. و بعد از سفرش به آمریکا مسعود بارزانی به ترکیه میره و با اردوغان مذاکره میکنه و دو نفر سیاستمدار اردوغان و مسعود بارزانی به تفاهم میرسن. از اون زمان
اختلاف شدیدتری بین الملکی و اردوغان به وجود میاد، تا جایی که الملکی و اردوغان متقابلا همدیگر رو به هم اتهام میزنن که در امور داخلی یکدیگر دارن دخالت میکنن، یا در اختلافات بین سنی و شیعان دارن در واقع اختلافات رو دامن میزنن. و خب اینا ما میدونیم که در کنار الملکی ایران قرار گرفته، حجم روابط اقتصادی ایران با دولت عراق در حدود 12 میلیارد دلار در سال 1391، در سال 1390 در حدود 9 میلیارد و 700 میلیون دلار بود، 50% در همون زمان رشد کرده بود. و امروز دولت الملکی سعی میکنه با همپیمانی با ایران در مقابل ترکیه بیسته، در مقابل سوریه بیسته، در مقابل معذرت میخوام عربستان سعودی بیسته، در مقابل قطر بیسته و در کنار ایران به سوریه کمک بکنه. و این پیمانی است که امروز در منطقه به وجود آمده. دکتر دانش، قبل از اینکه بپردازیم به مسئله افغانستان، خیلی مهمه، ولی من می‌خواستم یه اشاره بکنیم به انتخابات فرانسه. در حقیقت من بعد اولش واقعا راجع به انتخابات فرانسه صحبت می‌کردم، برای اینکه می‌دونید که انتخابات فرانسه به مرحله دوم کشیده شد و سوسیالیست‌ها تونستن با موفقیت قسمت اول رو بگذرونن، ولی رأی کافی به دست نیاوردن، بالاتر از 50% نبود. در نتیجه اون چیزی که حیرت‌آور بود این به اصطلاح پیروزی بسیار عجیب و غریب این خانم لوپن بود که پدره رفت کنار. میدونی که دختره اومده، البته همیشه همه کاره دخترش 20% آرا، 19% و خورده‌ای درصد آرا. من خب چی میبینید اینجا؟ در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم که سرکوزی هم یه سیاست بسیار راستی رو در فرانسه پیاده میکرد و باعث این شده بود که نیروهای راست و نیروهای افراطی در فرانسه بسیار تقویت بشن. حتی پدر خود مارین لوپن زمانی که رئیس جبهه ملی بود در انتخابات گذشته 17% رای داشت، ولی امروز دخترش تونسته 19.2% فکر کنم رای بیاره. و این خطر بزرگیه. و خب به این مطلب هم باید اشاره بکنیم که در این چندین سال اخیر راستی ها و افراطی ها در فرانسه بسیار قوی شدن و امروز هم این خطر وجود داره. با اینکه آقای اولاند اکثریت آرا رو در مرحله اول به دست آورده، یعنی 27.6% به دست آورده، در مرحله دوم این خطر وجود داره که نیروهای جبهه ملی، یعنی در واقع دست راستی افراطی، به آقای سرکوزی رأی بدن و سرکوزی رو انتخاب بکنن. و در سیاست اینا، در سیاست داخلی اختلافات شدید وجود داره، یعنی دست راستی تر میشه. یعنی در واقع اگه آقای سرکوزی دوباره انتخاب بشه، باید به این مطلب اشاره بکنیم، یعنی وزیر خارجه رو باید از خانم لوپن کاملا 19% آرای راستیای افراطی به اون داده شده، جبهه ملی. و این طبیعتا باعث میشه که سیاست سرکوزی، سیاست راستی سرکوزی تقویت بشه، تا اونجایی که حتی سرکوزی اشاره به این میکنه که تعداد مهاجرین رو در فرانسه، تعداد اینا رو کمتر خواهد کرد و شدیداً بر علیه نیروهای مهاجر داره فعالیت میکنه. میدونین که در فرانسه بیش از 4-5 میلیون از الجزیره، مراکش، تونس در اونجا زندگی میکنن. آخه دوست دانش، اینا یه زمانی تو این کشور ریشه این مردم رو خشکوندن، رفتن در الجزایر که گفتن اصلا جز خودمونه، که دو گل اگه نبود الجزایر نمیذاشتن استقلال پیدا کنه. در تونس همینطور، در کشور دیگه رفتن خوب چریدن یه قرنی. حالا که اون مردم اون کشور اولان شدن تو کشورشون، ببینید چه حالت فاشیستی، همون کاری که ما داریم دو جمهوری اسلامی داره در مورد افغان ها میکنه. متاسفانه در مورد فرانسه این سیاست میکنه. در همونطوری گفتم، در فرانسه در این به خصوص 10 سال اخیر راستی ها روز به روز دارن تقویت میشن. زمانی بود که راستی ها بیش از 10% آرا نداشتن، اکنون 19% دارن. و بزرگترین خطری است که وجود داره. و جالبه که سرکوزی این امکانو به وجود آورده که نیروهای راستی بتونن تقویت بشن. و زمانی که دیروز سرکوزی بعد از در واقع شکستش در دوره اول انتخابات صحبت از این میکنه که ما صدای شما رو شنیدیم، به راستی های افراطی چنین میگه، ما صدای شما رو شنیدیم و به سیاست شما اهمیت برای سیاست شما اهمیت قائلیم، طبیعتا کوششش اینه که 19% آرای اونا رو بگیره. و خب به این ترتیب اصلا واقعیت هم اینه که اونا دست راستی ها در فرانسه جلون، چون ببینید الان حدود 25% که مال این خود آقای سرکوزیه، 19% مال اوناست، در حالی که آقای اولاند با اون یکی چپ به اصطلاح چپ 13% داره. اصلا اینا بیشتر اکثریت اونا دارن. ولی خب هنوز همه پرسیا، نتیجه همه پرسیا اینه که آقای اولاند در انتخابات مرحله دوم در حدود 56% آرا رو میاره
و آقای سرکوزی 44%. ولی خب باید به این مطلب اشاره بکنیم که با سیاستی که از امروز سرکوزی پیش گرفته و فعالیت شدیدی که داره در فرانسه میشه و اینی که آرای در واقع جبهه ملی یعنی راستی‌های افراطی رو به دست بیارن، این خطر وجود داره که دوباره سرکوزی انتخاب بشه. ولی امید اینه طبق همه پرسی که دیشب انجام شده، در واقع آقای اولاند بتونه 56% آرا رو بیاره و انتخاب بشه در دوره دوم. اصلا این جریان دست راستی در فرانسه، یعنی همین خانم ماری لوپن که این آرای 19.4% آورده، امروز اکثر نشریات اروپایی احضار وحشت کردن از این جریان. خود ماری لوپن دیشب یک جمله رو گفته خیلی جالبه، میگه من باعث زلزله در فرانسه خواهم شد. یعنی میگه ما از امروز مطرحیم و از امروز در فرانسه زلزله به وجود خواهد آمد، یعنی شدیدتر از گذشته. و اینکه ما در امور سیاسی فرانسه نه تنها دخالت میکنیم بلکه حضور فعال داریم. یعنی در واقع اگه در دوره دوم با رأی جبهه ملی و خانم ماری لوپن آقای سرکوزی انتخاب بشه، طبیعتا سیاست فرانسه به طرف راست میره، راست رادیکال میره و طبیعتا مجبور آقای سرکوزی به اهداف حزب یا جبهه ملی برای اونا اهمیت قائل بشه، ارزش قائل بشه و شاید وزرایی هم از داخل جبهه ملی به کابینه آقای سرکوزی برن. بله. خب دکتر دانش، میپردازیم به مسئله افغانستان. من دیدم که معاون پیشین آقای کرزای گفته بوده که به محض اینکه نیروهای خارجی از افغانستان برن بیرون، آقای کرزای برنامه بعدیش اینه که با طالبان ائتلاف بکنه. شنیدید اینو؟ تمام کوشش کرزای از ابتدا هم همون بوده. کرزای در واقع از منطقه میاد از جنوب افغانستان، یعنی از یکی از قبائل بسیار مهم پشتون میاد. پشتون و طالبان هم میدونی که پشتون بودن. بلد. در واقع حکومت طالب میکنه پشتون بودن. ولی اون چیزی که بسیار مهمه و من این همیشه در صحبتام گفتم، کرزای در واقع یکی از کسانی بوده که در زمان حکومت طالبان به طالبان کمک میکرده. موقعی که آقای مسعود معاون سابق آقای کرزای میگه که اینها در واقع مترجمین طالبان بودن، باید به این مطلب به این سند اشاره بکنیم که در سال 1997 زمانی که طالبان به آمریکا آمدن و میخواستن با دولت مردان آمریکا مذاکره بکنن در یوستن در تگزاس، در واقع کرزای یکی از کسانی بود که اصلا نماینده طالبان بود و از طرف نمایندگی طالبان با در واقع سیاست مداران آمریکا مذاکره میکرد. و همونطوری که آقای مسعود به درستی گفتیم، آقای مسعود برادر احمد جا مسعوده، اینم باید بشه اشاره کرد، به درستی گفته آقای کرزای نه تنها مترجم بوده بلکه در واقع نماینده خود طالبان بوده در سال 1990. و مهمتر از همه به این سند ما اشاره بکنیم که آقای کرزای نماینده شرکت اونکال، نفتی اونکال بود. در سالهای 1996 به بعد اونوکال قرار بود که از ترکمنستان در واقع لوله های گاز رو از غرب افغانستان به پاکستان و از طریق پاکستان به هندوستان ببرند. در واقع اونوکال چنین سیاستی داشت، یعنی این جالب بود که اونا به ایران اطمینان نداشتن ولی از افغانستان طالبان می‌خواستن. و جالب اینه که کسانی بودن مانند آقای خلیلزاد که بعداً شد سفیر مخصوص و ویژه آقای بوش در جنگ افغانستان و بعداً در جنگ عراق. خلیلزاد همیشه یک جمله میگفت، من اینو باید بگم مهمه، برای که آقای خلیلزاد نماینده کاخ سفید بوده در افغانستان و بعداً در عراق، میگه که خطر طالبان کمتر از جمهوری اسلامی است. یعنی در واقع اینطوری مطرح میکرد که حکومت طالبان کمتر خطرناکتره، کمتر خطر داره از جمهوری اسلامی، حکومت شیعه جمهوری اسلامی. و ما میدونیم که در زمان طالبان چه حکومت وحشتی در افغانستان به وجود آمد که حتی کسی جرأت صحبت کردن نداشت. لااقل ما در جمهوری اسلامی زندانیان قهرمان ما از داخل زندان ها دارن در واقع، نه اینا جرأت نکردن ریشو دیگه اندازه میگیره، خامنه ای رو دارن در واقع روی سکه پولیش میکنن، روی سکه رو یخش دارن میکنن. در زمان طالبان کسی که نفس میکشید سرش رو میزدن. یعنی در واقع من موقعی که از سر زدن میگم، در خیابون ها سر میبریدن، سر مخالفینش رو میبریدن. الان این کار کردن امروز... در یه ایالت 5 نفر سر بریدن، گفتن اینا جاسوس. و امروز متاسفانه ما در شرایطی قرار گرفتیم، به درستی شما گفتین، آقای مسعود هم به درستی گفته که در واقع کرزا خواهان ائتلاف با طالبانه، اینو چندین بارم گفته و خواهان اینه که بعد از خروج نیروهای
ناتو و آمریکا از اونجا با طالبان کنار بیاد. طالبان همیشه برادر نام برده و هم اکنون در کنار دولت آقای کرزای در کنار کابینه در واقع نمایندگان طالبان قرار دارن و با اون مذاکره میکنن. این واقعیتی است که من اینو 5 سال پیش گفتم، 4 سال پیش گفتم، امروز میگم و میشه نام تمام این افرادی که در کنار آقای کرزای قرار گرفتن و با کابینه همکاری میکنن، نام اینا رو هم میشه بردیم. بسیار بهتر. چون ما زیاد فرصت نداریم، بوده 5 دقیقه دیگه، مثل که 5 6 دقیقه دیگه فرصت داریم. میخواستم راجع به این جریان، خیلی برای من عجیب بود، این مانور ارتش آمریکا و ویتنام در دریای چین. این خیلی عجب، آمریکایی که سرزمین ویتنامو وجب به وجب بمباران کرد، اینو باید جمهوری اسلامی یاد بگیره. دشمن درجه یکی که خلق ویتنام بود و نمیدونم چندین سال، حالا با هم مانور مشترک میذارن بر علیه چین، چون چینی ها اومدن ادعای ارضی دارن روی ویتنام. در واقع چندین جزیره در اون منطقه وجود داره که هم چین ادعای مالکیت این جزیره داره، هم فیلیپین ادعای مالکیت داره، هم ویتنام داره، هم کره جنوبی داره. و جالب اینه که در واقع به خاطر این جزیره که یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز در منطقه است، یعنی چین با روسیه در روز یک شنبه مانور مشترک شروع کردن. میدونی که در حدود چندین هزار سرباز چینی و بیش از 15 کشتی های جنگی چینی در این مانور شرکت داشتن و 7 کشتی جنگی روسیه شرکت داشته در دریای زرد در نزدیکی های مرزهای چین، و اینها در واقع میخوان مالکیت خودشو بر این جزایری که پر از منابع نفت و گاز اعلام کردن. و ویتنام هم ادعا میکنه که این جزایر متعلق به آمریکا داره، متعلق به ویتنام و با آمریکا کنار میده و مانور مشترک گذاشتن. دو دشمنی که خب جنگ ویتنام خب اینو با جمهوری اسلامی یاد بگیره، دو دشمنی که در سابق همونطوری که به درستی شما گفتین میدونین که بمب‌های آمریکا در واقع وجب به وجب خاک ویتنام واقعا شخ زدن. یعنی موقعی که از شخ زدن صحبت میکنیم واقعا شخ زدن و میلیون ها انسان بعدن در واقع فلج به دنیا آمدن، چون تمام این بمب‌ها اکثرا بعضی شیمیایی بود، اغلب شیمیایی بود. یعنی به تمام مناطق، من به ویتنام سفر کردم، ویتنام تمام جنگله در واقع، به خاطری که در زیر این جنگل ها نیروهای ویتکونگ مخفی بودن و جنگ میکردن، تونل کشیده بودن، باید تمام این جنگل ها از بین میرفت و مواد شیمیایی، بمبای شیمیایی ریختن که بتونن در واقع جنگل ها از بین ببرن و بتونن مبارزه با ویتکونگ در اون سال بکنن. و امروز ویتنام و آمریکا در مقابل چین با هم قرار گرفتن و مانور مشترک از 14000 نفر سرباز شرکت کرده، عده زیادشون سربازای آمریکایی هستند در این مانور مشترک. و این جالبه که هر دو کشور تقاضای این دارن یا ادعای مالکیت این جزایر میکنن، جزایری که نفت و گاز داره، و از یه طرف روسیه و چین سفارایی میکنن، از طرف دیگه آمریکا با ویتنام، فیلیپین، کره جنوبی و استرالیا در این رابطه در مانور شرکت کرده، در مانور مشترک آمریکا و فیلیپین. و در واقع منطقه داغ دنیا همونطور که آقای اوباما گفت، اقیانوس آرام و منطقه دریای زرد در نزدیکی چین منطقه داغ دنیاست. و همونطور که میدونیم در سال 2011 بودجه نظامی چین 6.7% اضافه شده، یعنی امروز چین در حدود 143 میلیارد دلار بودجه نظامی شده. در قبلا پایین 100 میلیارد بود و این نگرانی آمریکا رو به وجود آورده و به خاطر همین سفارایی جدید نظامی در منطقه اقیانوس آرام در انجام میشه. نمیدونم الان ما چقدر فرصت داریم، ولی خب آقای واتن اینو اعلام میکنه روی مانیتور، من میبینم. دکتر دانش، این مسئله جنگ سودان و شمال سودان جنوب، میدونید تازه این دو تا کشور از هم جدا شدن، دوباره جنگ شده سر مناطق نفتخیز. خب ببینید، در واقع در تمام این منطقه بحران عظیمیه، یعنی منطقه است به نام هگلیک. هگلیک یک منطقه در واقع نفتی است در مرزهای سودان شمالی و سودان جنوبی. میدونید در سودان جنوبی در واقع مسیحا زندگی میکردن، از سال 1955 تا سال 2005 50 سال با هم میجنگیدن و در حدود 3 میلیون، توجه بکنید، 3 میلیون در این 50 سال کشته شدن در این جنگ بین نیروهای مسیحی در جنوب سودان و مسلمانان در شمال سودان. و مسئله منطقه این جالبه که چین طرف این برو گرفته. این خیلی برای من جالبه، چین کمونیست که اینقدر ادعای مردمی داره فلان اینا، با این حکومت فاشیستی. ببینید چین در واقع منابع نفتی سودان رو خریده، چین مستقیما سرمایه گذاری کرده، چین نه تنها سرمایه گذاری کرده انکشاف میکنه، بلکه نفت رو استخراج میکنه، پایپلان و لوله های نفتی رو کشیده و از طریق در واقع سودان در شمال نفت رو داره از چین، از سودان خارج میکنه. طبیعتا در کنار دولت عمر البشیر قرار گرفته، اون جنایتکار، جنایتکار معروف بر علیه در واقع جنوب. ولی جالب اینه که در روزهای اخیر با فشاری که
کشورهای غربی و حتی آمریکا وارد کردن، سودان جنوبی قرار بود روز جمعه نیروهاشو از منطقه هگلیک بیرون بکشه و در واقع جنگی نشه و این عمل انجام نشد و دیروز حمله شدید نظامی شمال سودان به این منطقه انجام گرفته و بیش از 1200 سرباز سودان جنوبی کشته شدند. سربازان مسیحی در سودان جنوبی کشته شدن و در واقع این شرایطی است که امروز در سودان وجود داره و مبارزه عجیبی، اینم به خاطر نفت و گاز، امروز در یک طرف چین و سودان قرار گرفته، در طرف دیگه سودان جنوبی و یک چنین مشکل عظیمی در منطقه به وجود آمده. مسئله دیگه ای که من می‌خواستم بهش اشاره کنم، ما الان آقای وارتان زد 5 دقیقه، فکر می‌کنم 2 دقیقهش گذشت، 3 دقیقه فرصت داریم دکتر دانش. این نقش جالبه که همونطور که تو برنامه شما اشاره کردید به درستی، منم مطرح کردم این سوال، آقای روحانی، حسین موسویان، اینا شدن گرداننده اصلی مذاکرات اتمی که اون یکی رفت وین، یکی هم از آمریکا داره رهبری میکنه. آقای فرجی، در این مورد شکی نیست که حسین موسویان زمانی که وارد آمریکا شد، به نظر من توسط جمهوری اسلامی و خواهش جمهوری اسلامی با تایید آمریکا وارد شده. حسین موسویان یک شخص معمولی نبود. حسین موسویان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و حسین موسویان از سال 2003 و 2005 یکی از رهبران مذاکره اتمی ایران بوده. و ایشون میاد در واقع در پژوهش معاون روحانی بوده. معاون روحانی خودش پژوهشگر میدونه. و جالبه در مقاله‌ای که حسین موسویان در بوستون گلوب مینویسه، تمام اون شرایطی رو که غرب برای ایران تعیین میکنه در اون نامه وجود داره. یعنی در واقع 20% غنی کردن اورانیوم باید قطع بشه، فوردو باید بسته بشه، سایت فوردو باید بسته بشه و در واقع ایران بیش از 3.5% غنی نکنه و تحریما رو بردارن، اینا تحریما رو بردارن و اینکه آمریکا در واقع بپذیره که ایران باید دست به انرژی اتمی پیدا بکنه. شما موقعی که مقاله بوستون گلوب بخونید، تمام نظریات حسین موسویان درونه، همون ادعاها یا همون شرایطی که آمریکا و کشورهای 5+1 در استانبول خواهان اون بودن. صحبت میکنیم دکتر دانش روز چهارشنبه باز دوباره راجع به این مسائل. بسیار سپاسگزارم، بحث خیلی خوبی رو شما شروع کردید و خاتمه دادید، هرچند که فرصت زیاد نبود. ممنون، تا روز چهارشنبه. خیلی ممنون دانش عزیز. همیانان گرامی، به همینجا برنامه من به پایان میرسه. سپاسگزارم که به برنامه‌ام توجه کردید. تا برنامه آینده، یعنی فردا ساعت 11:30، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.